دیپلمات‌های ارشد صبح امروز برای ادامه مذاکرات لغو تحریم‌ها به وین برگشتند. البته در غیاب آنها دور هشتم مذاکرات همچنان ادامه داشته. کارشناسان در وین بودند و مذاکرات پرانتز به پرانتز جلو رفته. بسیاری از جداول آماده شدند. ستون‌های این جداول آماده است. بخشی از اون پرانتزها هم خب پاکسازی شدن، توافقات شده، توافقات در خصوص ایده ها هم تا حدود بسیار زیادی انجام شده، دارن تبدیل میشن به جملات و کلمات. مذاکرات با اعضای برجام یعنی گروه 4 به علاوه 1 در جریان است و کشوری که از برجام خارج شده یعنی آمریکا در اتاقهای کناری محل مذاکرات با واسطه اروپایی ها در حال چانه زنی برای بازگشت به توافق هسته‌ای است. اما به نظر می رسد بر اساس منطق مذاکراتی واشنگتن آنها همچنان دیپلماسی را با اهرم فشار جلو می برند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این هفته بدون اشاره به نقض عهدهای چند ساله آمریکا در برجام گفته تنها چند هفته برای نجات توافق هسته‌ای با ایران فرصت باقی مانده و اگر مذاکرات شکست بخورد واشنگتن گزینه‌های دیگری را بررسی خواهد کرد. من به وزیر امور خارجه آمریکا توصیه می‌کنم که تمام تلاش و همت و اگر ابتکاری دارن رو به کار ببرن که همین پلن A که در دست هست به نتیجه برسه. پلن B برای هیچ کشوری جذابیت لازم رو نداره. من فکر میکنم آقای بلینکن بهتر از هر کس دیگه این میدونه که هر کشوری برای خودش پلن B داره و شاید پلن B جمهوری اسلامی ایران هم خیلی جذابیتی برای اونها نداشته باشه. اما گزینه اول یا پلن A کدام است؟ آیا خواسته های ایران در چارچوب برجام تغییری کرده؟ وزیر امور خارجه میگوید خواسته ایران همان اجرای کامل توافق هسته است. ما وقتی از لغو تحریم ها میگوییم هدف ما بازگشت کامل به اجرای بندهای توافقنامه هسته‌ای و هر شرح و بستی است که پس از تبدیل این توافقنامه به یک قطعنامه بین‌المللی در آن گنجانده شده. شرط دوم ایران راستی آزمایی رفع تحریم هاست. نیاز است ایران بتواند هر اقدامی را که به اقتصاد و تجارت خارجی مرتبط است انجام دهد و در صدر این موارد صادرات معمول نفت و دستیابی به درآمدهای نفتی با ارز خارجی و در بانکهای خودمان است. در این باره یکی از خواسته های ایران این است که راستی آزمایی صرفا در یک روز یا به قول آمریکایی ها در یک لانگ دی نباشد، بلکه به صورت مستمر و عملیاتی قابل مشاهده باشد. و اما تضمین که شرط سوم ایران در این مذاکرات است. وقتی از تضمین میگوییم یعنی در درجه اول نباید تحریم های جدیدی بر ایران تحمیل شود و همچنین به هیچ بهانه و دلیلی مثل قوانین کنگره یا اختیارات رئیس جمهور امریکا نباید تحریم های سابق بازگردانده شوند. مقصود دیگر ما صادرکار استنبک است. این موضوع یکی از مواردی است که موجب ایجاد تناقض در توافقنامه هسته‌ای شده است. این صادرکار سبب شد تا طرف‌های دیگر در توافقنامه این فرصت را داشته باشند که هر زمانی که دلشان خواسته است با اتکاب تدابیر سیاسی تعهدات برجامی خود را متوقف سازند. به همین دلیل مقصود ما از ضمانت‌ها ابعاد متعددی دارد، اما کمترین آن تسهیل صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی از طریق نظام بانکی کشور است بدون آنکه این کار مشکل و تبعاتی به دنبال داشته باشد. این مورد نمونه ساده از کاری است که طرف مقابل باید انجام دهد. بنابراین دستور کار اتاق مذاکرات وین برای تیم‌های مذاکره کننده یکسان است و به نظر می‌رسد هر گونه تغییر یا کوتاه آمدن از این شروط قطعی می‌تواند ایران را از وعده داده شده یعنی ضرورت دستیابی به توافق خوب و نتیجه محور دور کند. اگر بحث از مذاکره هم هست، مذاکره برای ما یک مذاکره نتیجه محور خواهد بود. باید نتیجه داشته باشه. نتیجهش کاهش مشکلات بر مردم مسلمان و مردم عزیز ایران باشه. همچنانی که گفتیم میز مذاکره رو ترک نکرده و نمی کنیم، اما در مقابل زیاد خواهی ها و در مقابل کسانی که می خواهند با روحیه سلطه طلبی و سلطه خواهی منافع ایران رو، منافع ملت عزیز رو بهش بیتوجهی کنند، ما در مقابل این بیتوجهی ها و در مقابل این نقض پیمان ها هم
ایستادگی خواهیم کرد. این روزها خبرهای متفاوتی درباره آنچه در اتاق مذاکرات می‌گذرد شنیده می‌شود. برخی می‌گویند فضا خوشبینانه و برخی دیگر می‌گویند بدبینانه است، اما به نظر می‌رسد واقع بینانه اش این است که موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات به عملکرد و تصمیمات سیاسی طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها بستگی دارد. اینکه برای اجرای شروط بلا تغییر ایران اراده نشان می‌دهند. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.